به عنوان مثال اگر از ما خواسته باشند لیمیت جزء صحیح سینوس x رو حساب کنیم لیمیت جزء صحیح سینوس x زمانی که x میل میکنه به سمت در واقع صفر خب زمانی که x به سمت صفر میل میکنه ببینید بچا این چیه این در واقع همین مورد دو ما هستش تابع جزء صحیح که عبارت داخل جزء عدد صحیح میشه وقتی x به سمت صفر میره سینوس صفر صفره بنابراین چون یک عدد صحیح الزامن باید حد چپ و راست محاسبه بشه بنابراین ابتدا بریم سراغ حد مثلا راست و بعد حد چپ این تابع رو بگیریم خب زمانی که x به سمت بچه زمانی که x به سمت صفر از راست میره دقت کنید در دایره مثلثاتی ما داریم از سمت راست به صفر نزدیک میشیم بنابراین توی رو اول هستیم توی رو اول سینوس مثبت یعنی در واقع توی رو اول سینوس x کوچیکتر از یک و بزرگتر از صفر بنابراین جزء صحیش برابر میشه با چند برابر میشه با صفر برابر این مقدار برابر جزء صحیح سینوس x برابر میشه با صف خب بچه زمانی که از سمت چپ داریم به صف نزدیک میشیم ما توی روبه چهارم هستیم توی روبه چهارم سینوس منفیه بنابراین سینوس x توی این روب کوچیکتر از صفره و بزرگتر از منفی یک یه چیزی رو میدونیم که سینوس و کوسینوس در واقع بردشون همیشه بین منفی یک و یک به این دلیله که اینجا این بزرگتر از منفی یک و اینجا هم این کوچیکتر از یک خب توی این مورد ملاحظه میکنیم که جزء صحیح سینوس ایکس برابر میشه با منفی یک بنابراین ملاحظه کردید که وقتی از سمت راست نزدیک شدیم برابر با صفر شد وقتی از سمت چپ نزدیک شدیم برابر با منفی یک شد بنابراین این مقادیر با هم دیگه برابر نیستن و چون که برابر نیستن در واقع چون برابر نیستن پس حد وجود ندارد بنابراین حد وجود ندارد چون که حد چپ و راست با هم برابر نشدن